که چون نابودی رو به دنبال خودش نداشت، بودها رو درش نمودی داد. به همین دلیل است که امروز خطری که در آغاز برنامه شما به اشاره فرمودید، نگرانی همه آدم‌هایی است که نه تنها به ایران و ایرانی بلکه به همه جهان فکر بکنن، و اون جنگه، برای که میتونه همه رو برباد بده. بلا جامعه ایران در این مسیر، در این کوره مذاب، همه اضافات خودش رو از خودش دور کرده. و به همین جهت است که برخی از اوقات به من دوستان میگن که تو درباره آینده چه فکر میکنی؟ حرف من این است که صدها بلکه هزاران نفر آدمند که به خاطر اینکه اصول اخلاقی اساس کارشونه، یا خودشون با واقعیت آشنا هستن که هر دو رو دارن، یا به اندازه کافی آدمایی که واقع بین هستند و به زیور و زینت علم و عقل مجهزند و در خدمت خوان گرفت و اوضاع رو میتونن پیش ببرن. این جوان های ایران دارن میگن که به ما فرصت بدید میسازیم بردارو. اولا نشون میدن که به یه جایی رسیدیم که میدونیم ترس ما بی مورد و بی معنی است. این یه دیوار کاغذی است که عکس ببر و پلنگ روش هست، ولی دیوار کاغذی است. کنارش ممکنه او سگانی باشه، ولی فقط کافیست به سمتش برید. جالب اینه که این سگان هم بیش از اون که هار باشن گرسنند، و فقط کافیست استخوانی به اونها داده بشه که برن کنار و دوست بشن. مورد دوم یأس هست، ناامیدیه، که این بیشتر شامل حال یه آدمی مثل منه که مطالعات علمی نشون میده وقتی من 5 بار و 50 بار شکست خوردم، معلومه دیگه مایوسم. اصلا وقتی بخوام خودم رو قانع کنم، جز این که آدم تخیلی و رویایی باشم، خیلی زود به این نتیجه میرسم. همینجاست که بسیاری از ما خیلی زود پرگماتیسم میشیم، حقیقت منفعتی، و به هیچ وجه آدمی نیستیم که دنبال حقیقت باشیم. جوان‌ها هستن، این آدمای بزرگسال مثل بنده به اندازه کافی چیزایی دارن که برای حفظ اون مجبورن مواظب باشن که اینا رو از دست ندن. شما جوانا هیچی ندارید، بنابراین شمایید که جرأت هزینه کردن همه اون چیزایی که ندارید که هیچه رو دارید. درست مثل مانیفست کمونیست مارکس 1848 چه بود؟ زنجیر کارگران، شما هیچ چیزی رو از دست نمیدید جز زنجیرهاتون رو. و امروز ماجرای هیچ چیز از دست ندادن جز زنجیرها داره میشه. شرایط به اونجا میرسه، و به همین جاست که در مقابل یه چنین نیروی اندیشه‌ای، در مقابل یه چنین نیروی اخلاقی، هیچ ارتشی قادر به مقابله نیست. 3 سال پیش پرونده انرژی هسته‌ای ایران و احتمال حمله به ایران بسیار بسیار بالا بود. به هر حال این جنگ تبلیغاتی، هر چی اسمش رو بخواید بذارید، ادامه داشت و به اوج خودش رسیده بود. حضور مردم ایران در خیابون‌ها به ناگهان چهره جهان رو نسبت به ایران عوض کرد، موقعیت اون حالتی رو که دنیا نسبت به ایران گرفته بود عوض کرد. اگر پروژه‌ای بود برای حمله نظامی به ایران و ویرانی ایران، این رو به تأخیر انداخت. وقتی که اون اتفاقات افتاد، اون پیام رو میشه داد و پذیرفت که توده مردم گرفتن، و بنابراین افکار عمومی عوض شد. این افکار عمومی فقط در سطح جهان عوض نشد، قبول کنید در خود ایران عوض شد. حتی ما ایرانی ها دگرگون شدیم. ما در اینجا هممون یه دفعه با یه موضوعی روبرو شدیم که ازش خبر نداشتیم. حالا آدم ها ممکنه در دنیای ذهن و خیال همه چیز بگن، بعضی وقتا هم درست در بیاد، ولی کسی یک گفتگوی علمی برای یه چنین اتفاقی رو نداشت. به نظر من نداشت. پس همه به اصطلاح اینجا یا سورپرایز شدن و با تعجب و حیرت با موضوع برخورد کردن. پس این گونه نبود. متاسفانه یه نظری دارم. من خیلی معتقد به این نیستم که حکومت‌های دست راستی به جان هم میافتند، و بنابراین حکومت دست راستی آقای بوش رو خیلی در جهت حرفاش خیلی هیچوقت جدی نگرفتم. به همین دلیل است که همیشه این تغییرات و تحولات در جهان وقتی بوده که گروه‌هایی بودن که دست راستی نبودن و دموکرات ها بودن، حالا ما خوش داریم و نداریم، اون یه قصه دیگری است. اشکال کار در ایران این بود که به دلیل اون حرکت، ابتدا مرکزیت و محوری که به وجود آمد گروه اصلاح طلب ها بودن، یا آقای موسوی و کروبی، و بنابراین مردم از شاید به یک اعتبار از قبرها در اومدن، رستاخیزی اتفاق افتاد و آمدند اینجا، ولی در اینجا مجلس یه مقدار عزاداری روزخانی بود تا زندگی.
و مدتی این وضعیت طول کشید. دو تا سه تا اتفاق هم به این موضوع کمکی کرد و پروبالی داد. یکی اصولاً حضور آقای اوباما و ادعای او برای دراز کردن دست در مقابل همه جا نمشت، ظاهراً یا واقعاً اون یه بحث دیگری است. دوم حوادثی که در خاورمیانه و شمال افریقا اتفاق افتاد و سوم اختلافاتی که خودش رو داشت نشون میداد و پیدا شد، همه زمینه ای رو فراهم کرد به نظر من که یه مقداری حرکت داخلی در یه مسیر دیگری قرار بگیره، شرایط خاص رو به وجود بیاره. در اینجا برخوردی که پیدا شد در داخل و مسئله ساختن بمب اتمی که من چون خبری ندارم که در کجا هستند، ولی شاید یا سازمان‌های اطلاعاتی می‌دانند که 3 ماه، 3 ساله، 30 ساله، من نمی‌دونم، و یا می‌خوان از احتمال این موضوع استفاده کنن، موضوع رو مطرح کردن. تازه میشه مطلب رو یه جور دیگه هم دید. اگر کسانی باشند که بدونند جنگ هیچ سودی نداره، کسانی که بتونن جنگ رو راه بیندازن و هیچ فایده‌ای برش مترتب نیست، اما حال که مطمئنن این کار رو نمی کنند، تهدید شدید نسبت به اون زمینه رو فراهم کنه یا برای تسلیم شدن یا برای قانع کردن صدها کشور که از وحشت جنگ حاضر میشن به تحریم ها، ای بسا یه مانور سیاسی باشه که به نظر من احتمالش زیاد. یعنی اگر شما من بفرمایید که بر اساس اطلاعات کمی که تو داری، که بسیار کمی و حتما هم اشتباه میکنم، آیا اصلا موضوع جنگ مطرحه؟ میگم به نظر من بعیده، نه به خاطر آنچه که اتفاق افتاده یا شده، بلکه به نظر من گفتگوی جنگ که گرچه ممکن از جانب برخی مطرح باشه، بیشتر به خاطر کشوندن از 190 کشور 100 کشور مردد در چارچوب تحریمه که از این طریق حرکت بکنن. و بنابراین بازی سیاست یه چیز عجیب و غریب و به نظر من پیچیده است و در نتیجه دوباره اگر این موضوع مطرح شده، یک میتونه به خاطر واقعا نزدیکی برای ساختن بمب اتمی باشه که بنده نمیدونم، دو به خاطر کمک به جناحی در مقابل جناح دیگه، این از خارج عرض کنم، برای داخل ایران باشه، سه میتونه مشغولیتی برای سیستم سیاسی به وجود بیاره که به موضوعی داخلی یا اقتصادی خودش نرسه و شرایط بدتری رو فراهم کنه و در نتیجه زمینه رو برای آشفتگی های اقتصادی که الان علائمش هست رو به وجود بیاره. چهار میتونه کشورهای مردد رو به صحنه بیاره، مخصوصا وقتی شما میدید یه 6 ماهی فرصت میدن که این نوعی سازگاری ها صورت بگیره یا مطالبی از این قبیل، چه درباره تحریم بانک مرکزی چه نفت. همه اینا به من میگه که یک گفتگوهای متفاوتی هم میتونه باشه. البته من نه به اون تئوری توطئه به اون صورت باور دارم، نه به اینکه همه با هم همراه و هماهنگن، برای که حتی در داخل امریکا هم اگر شما بخواید این نقش رو بازی کنید، ولی مثلا در انتخابات ببرید، خب گروه مخالف که به منافعش بیش از این چیزا اهمیت ده دست شما رو میکنه، و اگر امریکا یا اروپا بخوان یه کاری بکنن، روسیه و چین ساکت نمی نشینن، در حالی که حرفایی هم تو این زمینه ها میزنن. موضوع پیچیده است. یعنی من فکر میکنم که آنچه که در اتفاق میفته یک مجموعه است. این که من بفرمایید من اشتباه میکنم اصلا باش مخالفتی ندارم، احتمالش زیاده. این که من بفرمایید خطر اشتباه وجود داره و ما از اون طریق بدونی که واقعا کسی بخواد آسیب ببینیم متاسفانه هست، برای که در پدیده های اجتماعی برخی از اوقات عوامل 1-2% تعیین کننده هستن، یعنی آغازی رو به وجود میارن که دیگه پایانش خیلی نوشتنی و یا پیشبینی شده نیست و تغییرات و دگرگونی ها میتونه به شکل و فرمای مختلفی صورت بگیره. به من میفرمایید شرایط خطرناک است؟ بله. به من میفرمایید احتمال اشتباه و خطا برای آسیبا هست؟ حتما. ولی اینکه من تصور این رو بکنم که اگر بر اساس یک نوع آگاهی و
تدبیر عمومی در سطح جهانی حرکت کنیم، موضوعی از این قبیل با این سرعت اتفاق میفتن رو شک دارم. شما اصلاح طلبان حکومتی رو، اصولا اصلاح طلبان رو، به عنوان یک مانعی میدونید که بر سر راه حرکت مردم ممکنه که تأخیر ایجاد کنه و بیسته. پدیده اصلاح طلبی و اصلاح طلبان، اصلاح طلبان دینی در کشورمون، چه بر سر کار و چه غیر بر سر کارش، امید ندارید؟ چرا؟ برای اینکه من اصولا انقلاب ایدئولوژی و انقلاب نمیدونم تا اصلاح طلبش و اصلا اصلاح طلب بدونم. اتفاق میفته، ولی چون مفهوم تازه انقلاب رو معنی برهم زدن نظام ارزش ها. ولی که ببینید، شما مدعی میشید که ما میخوایم یه ارزش هایی رو به هم بزنیم و انقلاب میکنید و یا انقلاب میشه، ولی اگر اون همون ارزش هایی که میخواستید به هم بزنید بدتر شد، اگر وابستگی ها به نوع دیگه ای شد، اگر احتمالاً ظلم و زور و بیداری جور دیگه شد، که دیگه اون وقت شما نمیتونید بگید ما انقلاب حالا اخلاقی نه ارزشی کردید. بذارید نکته رو ببریم سراغ موضوع ایران. من اصولا وقتی شما ساختار قانون اساسی رو میبینید و یا این مجموعه مواد رو و بعد تفسیر و تعبیرهایی که با خودش داره و رفتاری که بوده و حتی تأثیری که رو قوانین مدنی و حتی قانون جزا گذاشته، همه اونا رو در اون مجموعه میبینید و بعدن تبلیغاتی که در این مدت شده، شما جایی برای اصلاحات نمیبینید. یعنی شما برای یک پدیده احتمالاً مرده دیگه حالا آرایش تازه کردن رو خیلی ممکن نمیبینید. ماجرای اصلاح طلبی تازه اگرم یه دوره‌ای داشت، در یه دوره 8 ساله آقای خاتمی بود که عملاً در آخر کار اون مسیر اصلاح طلبی زمینه رو برای افرادگرایی در یه زمینهای دیگه بسیار فراهم کرد و در نتیجه این دوستانی که صحبت از حرکت تدریجی میکنن متوجه نیستند که این حرکت تدریجی پدیده یک نسل و یک نواخ نیست. اینا پدیده های در حقیقت به نوعی پایین و بالا رونده هستند که برای یه مدتی میشه اصلاح کرد، از اون به بعد دیگه باید دگرگونی رو به وجود آورد. این تو همه زمینهای اجتماعی و روانی انسان و یا حتی در جهان طبیعت هم وجود داره. برگردیم سراغ موضوع. به نظر من اصلاح طلبان، حرف شما متاسفانه درباره من درسته که من اونها رو ترمز و فرمان جنبش مردم ایران میدونم. هر جا که لازم باشه ترمزها رو میگیرن و سیستم رو نگه میدارن، هر زمان که دن جلوه سرعت رو نمیتونن بگیرن، به هر حال نیرو بیش از اونه که با ترمز کارش بکنن، فرمانی میدن و احتمالاً به بیراهی میرن. چرا؟ برای که کاری ندارم به اینکه نظراتشون عوض کردن یا نظریاتشون رو عوض کردن. واقعیت مسئله این است که در ته وجود اونا همچنان موضوع حفظ کلی سیستم و یا نظام و اصولا نپذیرفتن اصل کامل جدایی دین از حکومت و پذیرفتن اصل اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای قانون اساسی و قانون مدنی رو نپذیرفتن، تا زمانی که این دو مشخص و آشکار گفته نشه، پذیرفته نشه و من و شما باور نکنیم که درست میگویند و چنین خواهند کرد، معلوم است که ماجرای اصلاحاتی مطرحه. چون اصلاحات فقط در این چارچوب میتونه صورت بگیره. یعنی حتی اگر مفهوم اصلاح رو بخواید بفهمید یا توجه کنیم، چاره جز تغییر قوانین و مقررات نداریم، چون مفهوم اصلاحات دگرگونی در هنجارهای جامعه است، قوانین و مقرراته، و این قوانین و مقررات ابتدا یه جدایی دین از حکومت و دومش قانون اساسی. پس بنابراین اصلاحاتی نیست. اون در حقیقت دو تا معنا داره. یکی به نظر من استرداداته. استرداداد یعنی یه چیزایی رو از مردم گرفتن، از شما 100 تا چیز گرفتن، حالا 2 تا 4 تاشو میدن. خب این در حقیقت نوعی باز پس دادن چیزایی بود که وجود داشت. کدام اصلاحات؟ اصلاحات یک حرکت به پیشه، برخلاف انقلاب که پایین و بالا میتونه بره و همچنان انقلاب باشه. اصلاحات فقط حرکت به سمت پیشه. کدام حرکت پیش؟ دومین مسئله این است که اصلاحات در چه حد؟ در حد آنچنان محدودی که درباره سخن گفته شده که اینا که اصلاحات نیست. برای حل مسائل از طریق اصلاحات نمیشه پیش رفت. یعنی شما اگر این 4 تا 6 تا اصلاح رو بکنید، برای که ساختار رو کارش نمیتونید بکنید، کار کردها رو نمیتونید کاری بکنید. شما میگید مثلا در اوضاع اقتصادی اینا میخواد اصلاحات کنید. مثلا نمیفهمم شما چه میگید. خوشحال میشم که من بگه اصلاحات در ساختار اقتصادی چگونه است.
مثلا اصلاحات اقتصادی کدامه یا اصلاحات سیاسی کدامه، مادام که شما اون اصول رو میپذیرید. نتیجتا مسئله و مشکلی که به نظر من اینجا وجود داره و کاملا حق با شماست این است که اون یک مانعی هست، اون یک عامل ترمز کننده و فرمان انحرافی هست. فرض بفرمایید اصلا اون تغییرات و تحولات به گونه دیگه شروع شده بود و در مسیر دیگه ای میرفت، ما جای دیگری بودیم. این که به هر حال در مراحل رشد یک فعالیت اجتماعی گروه نقش مفید و سازندهی ممکنه داشته باشن، ولی باید از صحنه خارج بشن و اگر بخوان در صحنه بونن گرفتاری است. دوم